سرخط خبرها. ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش در عمان پهلو گرفت. اظهارات تند رئیس جمهور اوکراین علیه ایران. آغاز حملات سنگین موشکی و توپخانه‌ای روسیه به اوکراین. و سقوط بالون چینی در نزدیکی یک مرکز نظامی در تایوان. مشروع اخبار. ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش در عمان پهلو گرفت. ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران متشکل از ناوبند مکران و ناوشکن تمام ایرانی دنا در بندر سلاله عمان پهلوگیری کردند. به گزارش ایلنا بر اساس این گزارش، ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش که به نام ناوگروه 360 نیز شناخته می شود، از 29 شهریور سال 1401 به مأموریت دریانوردی دور کره زمین اعزام شده و همکنون در 236مین روز سفر دریایی خود در بندر سلاله عمان پهلوگیری کرده است. ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش پس از اعزام به مأموریت دور کره زمین از مبدأ بندر عباس در نخستین ایستگاه در بندر بمبئی هند توقف کرد و سپس با عبور از خلیج بنگال و تنگه مالاگا در جاکارتا پایتخت اندونزی پهلو گرفت. اظهارات تند رئیس جمهور اوکراین علیه ایران. به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین که در ماه‌های اخیر لفاظی علیه جمهوری اسلامی را تشدید کرده است، در یک مصاحبه تازه اتهام زنی‌ها علیه ایران را تکرار کرد. بنابر گزارش اوکراین فورم، زلنسکی در مصاحبه‌ای که به صورت زنده از کانال یوتیوب دفتر ریاست جمهوری اوکراین پخش شد، رسانه‌های جمعی ایتالیا گفت به لطف تحریم‌ها تعداد موشک‌هایی که آنها تولید می‌کنند چندین بار کاهش یافته است، اما با این حال چنین چالش‌هایی همچنان وجود دارد، زیرا ایران بیش از 1000 پهپاد ساخت ایران و دیگر تسلیحات به آنها فروخته است. سلاح‌های دیگری وجود دارد، ما اطلاعات دقیقی در این زمینه داریم. آنها اخیراً چنین اقدامی کردند. آغاز حملات سنگین موشکی و توپخانه‌ای روسیه به اوکراین. به گزارش ایرنا به نقل از رسانه‌های اوکراینی، در حمله ای که با پرتاب موشک‌های تاکتیکی اسکندر از شهر بلگرود روسیه، شهر خارکیف اوکراین را هدف قرار داد، چندین انفجار به وقوع پیوست. مناطق خرسون و ترنوپیل نیز بامداد یکشنبه مورد حمله موشکی ارتش روسیه قرار گرفت. همچنین بامداد یکشنبه صدای آژیر خطر حمله هوایی در شهر کیف پایتخت اوکراین به صدا درآمد. شهر باخمود هم بامداد یکشنبه بار دیگر هدف گلوله‌های آتش‌زا قرار گرفت. از سوی دیگر در اثر یکی از حملات انجام شده، یکی از انبارهای مهمات اوکراین هم مورد هدف قرار گرفت. مقامات اوکراینی پیشتر نیز از حملات گسترده روسیه به اوکراین خبر دادند و گفتند در حالی که مسکو برای تعطیلات گرمی‌داشت روز پیروزی خود در 9 ماه مه 19 اردیبهشت مصادف با سالگرد شکست آلمان نازی آماده می‌شود، این کشور موج گسترده‌ای از حملات را به سراسر اوکراین آغاز کرده است. و سقوط بالون چینی در نزدیکی یک مرکز نظامی در تایوان. به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، ارتش تایوان اعلام کرد که لاشه یک بالون را در نزدیکی یکی از تأسیسات خود پیدا کرده است. طبق گزارش خبرگزاری مرکزی تایوان، این بالون ممکن است برای چین باشد. در این گزارش آمده است که یک گشت این بالون را در جاده نزدیک به یک واحد نظامی در مجمع الجزایر ماتسو واقع در شمال تنگه تایوان پیدا کرده است. و نام یک شرکت از شانگهای روی لاشه ی هواپیما پیدا شده و مدل بالون نیز GTS-12 بوده است. طبق این گزارش، ارتش تایوان بنا دارد لاشه ی این بالون را بررسی کرده و پرواز چنین اشیایی را تحت نظر داشته باشد. ممنون که تا پایان این بسته ی خبری با ما همراه بودید. برای مطلع شدن از آخرین تحولات ایران و جهان ما را دنبال کنید.